امروز میخوام راجع به سوختگی، انواعش، علائمش، درمانهاش و نکاتی که به صورت باید و نباید در درمان سوختگی مورد توجه قرار بگیره با همدیگه صحبت کنیم. عرض سلام، من دکتر ایلاتی هستم، پزشک پوست و زیبایی. امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. دوستان عزیز، امیدوارم که مطالب پزشکی که در کانال برای شما ارائه میشه مفید واقع شده باشه. لطفاً برای حمایت از ما حتما اون زنگوله رو بزنید. به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر میشه توی کانال، شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. به نام خدا، با عرض سلام ادب. موضوع بحث امروز ما راجع به سوختگی هستش. همونجور که میدونیم سوختگی یکی از تروماهای پوست محسوب میشه و علل مختلفی میتونه داشته باشه. از علل سوختگی میتونه سوختگی در اثر اشعه تابشی باشه، مواد شیمیایی باشه، در اثر گرما و آب جوش باشه، یا سوختگی الکتریکی و سایر موارد. ما سوختگی رو معمولاً به سه قسمت تقسیم بندی می‌کنیم، درجه 1 و 2 و 3، که در سوختگی درجه 1 معمولاً اپیدرم درگیر هستش. یه سوختگی هستش که یک رنگ قرمز صورتی ممکنه درش دیده بشه و همراه با سوزش و درده. طبیعتاً درمان‌هاشو به قول معروف در مرحله بعدی خواهم گفت. در سوختگی درجه 2 علاوه بر اپیدرم یا لایه سطحی پوست، لایه پایین‌تر یعنی درم هم میتونه درگیر باشه. در این سوختگی بازم ما درد و سوزش خواهیم داشت و رنگ قرمز به صورت شدیدتر وجود داره و ممکنه تاول‌هایی هم دیده بشه که این تاول‌ها به صورت یک برآمدگی‌های پوستی هستن که در داخلشون ترشحات پوستی جمع شدن. در سوختگی درجه 3 که میشه گفت جزء شدیدترین سوختگی‌ها هستش، کل اپیدرم، درم و حتی لایه‌های زیر مثل بافت چربی و بافت ماهیچه‌ای و تاندون‌ها ممکنه درگیر باشه. متاسفانه در این درجه سوختگی به علت اینکه ممکنه اعصاب تخریب بشن درد وجود نداره یا به مقدار بسیار کم وجود داره و حالت پوست به شکل سفید، سیاه، قهوه‌ای یا چرمی رنگ ممکنه مشاهده بشه. تاول‌ها به صورت پیشرونده معمولا ممکنه دیده بشه و این سوختگی حتما و حتما نیازمند درمان‌های خیلی جدی هستش. بعد از اینکه ما درجه سوختگی رو مشخص کردیم، وسعت سوختگی برای ما حائز اهمیت از لحاظ مداخلات درمانی و اینکه آیا بیمار نیازمند بستری هستش یا نیستش. درجه سوختگی با یک اشل‌های خاصی که تقسیم بندی های بدن در اون مشخصه توسط کادر درمان شما مشخص میشه و متناسب با اون پلن درمانی در نظر گرفته میشه. بسته به درجه سوختگی ممکنه ما درمان‌های متفاوتی رو در پیش بگیریم. اگر سوختگی درجه 1 داشته باشیم، با یک پانسمان ساده، سرنگه داشتن و استفاده از مسکن‌ها و مراقبت از اون منطقه سوخته شده میتونیم سوختگی رو منیج کنیم. اگر سوختگی درجه 2 داشته باشیم، ممکنه علاوه بر درمان‌های قبلی نیازمند آنتی‌بیوتیک هم باشیم برای جلوگیری از عفونت محل. و حتما و حتما اون چیزی که باید مد نظر باشه اینه که تاول‌ها دچار پاره شدگی و سوراخ شدگی نشه، چون تاول‌ها محافظ اون قسمت‌ها هستن. در سوختگی درجه 3 علاوه بر تمام درمان‌های گفته شده من جمله آنتی‌بیوتیک، ممکنه نیازمند مداخلات جراحی، دبریدمان یا به قول معروف جدا کردن بافت‌های مرده از اون قسمت‌های سوخته شده و کارهای خیلی پیشرفته‌تر که حتما نیازمند بستری هستش باشیم. بعضی مسائل که در درمان سوختگی خیلی مهمه و در پلن درمانی ما حائز اهمیت اینه که سوختگی با چه روشی باشه، عامل سوختگی چی باشه و کدوم قسمت‌های بدن دچار سوختگی بشه. طبیعتاً سوختگی در کودکان، در قسمت‌های اندام‌ها مثل دست و پا، کشاله ران، باسن، قسمت‌های تناسلی، سوختگی صورت و سوختگی مفاصل خیلی برای ما مهمه و نیازمند بستری میتونه باشه. در مورد استفاده از یخ بعد از سوختگی حتما و حتما باید مد نظر باشه که این کار انجام نشه، چون باعث کاهش خون رسانی به بافت میشه و ممکنه تخریب بافتی رو به دنبال داشته باشه. در مورد جدا کردن
لباس های سوخته در سوختگی های درجه 3 پیشنهاد میشه که این کار توسط خود فرد یا اطرافیان صورت نگیره. استفاده از خمیر دندان طبیعتاً در درمان سوختگی جایی نداره و حتی ممکنه مضر هم باشه. این شمه از باورهای غلطی بود که در مورد سوختگی استفاده میشه و بازم تاکید میکنم استفاده از خمیر دندان و یخ در سوختگی به هیچ عنوان مجاز نیست، هرچند که ما در سوختگی های درجه 1 و 2 سعی میکنیم که با استفاده از آب سرد، نه خیلی سرد و نه یخ، اون محل سوختگی خورده دماشو پایین تر بیاریم. در سوختگی هایی که به کمک شعله های شدید یا بخارات شیمیایی هستش، حتما باید مجاری هوایی هم از نظر سلامت و میزان آسیب مورد مطالعه و معاینه قرار بگیرن. خب طبیعتا بهترین راه مقابله با سوختگی پیشگیری از اون هستش. طبیعتا ما باید مواد شیمیایی یا قسمت هایی که به قول معروف ممکنه برخورد با الکتریسیته باشه از لحاظ ایمنی مد نظر قرار بدیم، کودکان رو از آب جوش و قسمت هایی که دمای بالا دارن دور نگه داریم و کلن به کمک پیشگیری هرچه بیشتر در میزان کاهش سوختگی تلاش کنیم. اما خب چه عوارضی بعد سوختگی ممکنه ایجاد بشه؟ بسته به میزان سوختگی، محل سوختگی، درجه سوختگی و اقدامات درمانی که انجام شده ممکنه از یک لک و اسکار ساده تا کنتراکچر و از بین رفتن حرکت مفاصل و دفورمیتی اندام ها ایجاد بشه. گذشته از اینها یکی از عوارض سوختگی میتونه افسردگی هم باشه که تحقیقات نشون میده که حدود 40-50% سوختگی های درجه 2 و 3 که منجر به ایجاد عارضه شدن در نهایت یک افسردگی هم از لحاظ روحی برای بیمار تحمیل کردن. یه نکته ای هم که باید اضافه کنیم اونم اینه که سوختگی هایی که در بیماران دیابتی ایجاد میشه به علت نوروپاتی و کاهش حس عصبی حتما و حتما باید کنترلش خیلی بهتر صورت بگیره، چون که این بیماران حس درد خیلی ضعیفی دارن. علاوه بر این طبیعتا میدونیم که درمان زخم در بیماران دیابتی بسیار دیر صورت میگیره و حتما و حتما نیازمند توجه خیلی ویژه‌ای هستش. این نکته رو گفتم که اضافه کنم که متاسفانه به علت افزایش دیابت در جامعه و افزایش طبیعتا بیماران دیابتی و خدایی نکرده احتمال سوختگی، در بیماران دیابتی اگر سوختگی اتفاق افتاد توجه ویژه‌ای به این بیماران صورت بگیره. و کلام آخر این که چون ممکنه سوختگی باعث ایجاد عوارض ماندگار بشه و این عوارض بیشتر در پوست یعنی آینه بدن ممکن اتفاق بیفته، بنابراین باید در درمانش خیلی دقت کنید، از درمانهای خودسرانه و درمانهایی که به صورت محاوره‌ای از دوست آشنا میشنوید پرهیز کنید و منیج کردن سوختگی و درمان اونو به کادر پزشکی بسپارید. چرا؟ چون از نظر ما سوختگی در قسمت‌های مختلف بدن درمانش متفاوته، اهمیتش متفاوته. مثلا سوختگی که در مفصل هستش با سوختگی که در سطح شکم هست برای ما هم اهمیت درمان هم اهمیت برخوردش بسیار متفاوت خواهد بود و بیشتر از موادی که میشنوید مثل نمیدونم زرده تخم مرغ، خمیر دندان، گذاشتن یخ و و و اینا دوری کنید، چون همه اینا میتونه درمانو بسیار بسیار پیچیده تر کنه و در نهایت باعث ایجاد عارضه‌ای بشه که غیر قابل جبران هستش. خیلی متشکرم.